من عمار حسینی هستم و جدیدترین اخبار شیعیان جهان تقدیمتان می شود. هر روز ده ها جنایت در شهرها و کشورهای مختلف جهان رخ می دهد. اما برخی از این جنایت ها به گونه ای هستند که بیشتر از برخی دیگر اهمیت پیدا می کنند. همکارم مائده خاموش در گزارشی که آماده کرده به همبستگی شورای روابط آمریکای اسلامی و 39 سازمان دیگر با خانواده های قربانیان شیعه در نیومکزیکو که از جنایت های تکان دهنده در چند هفته اخیر در ایالات متحده آمریکا بوده پرداخته است. روز سه‌شنبه 25 مرداد 1401 شورای روابط آمریکای اسلامی همبستگی کامل خود را با قربانیان شیعه که چند روز پیش در آلبوکرکی نیومکزیکو به قتل رسیدند اعلام کرد. این شورا تاکید کرد که مأموریت آن حفاظت از حقوق شهروندی، ارتقای درک اسلام و پیشبرد عدالت و توانمندسازی مسلمانان در ایالات متحده است. این شورا به لزوم تقویت روابط عمیق‌تر بین مسلمانان و گسترش گفتگوهای صلح‌آمیز اشاره نمود و خاطر نشان کرد که ما باید جوامع اسلامی خود را بر اساس عشق و رحمت متقابل بسازیم. رسانه‌ها گزارش دادند که شورای روابط آمریکای اسلامی بیانیه مشترکی را که شامل همبستگی بیش از 40 سازمان و مسجد در محکومیت کشتار 4 مسلمان شیعه است امضا کرد. در این بیانیه تأکید شده که جوامع شیعه فقط می‌خواهند با اعضای فرقه مسلمان سنی در صلح زندگی کنند و آنچه رخ داده جنایت ناگواری است. وی افزود اختلاف نظر بین دو فرقه اعمال خشونت علیه کسی را توجیه نمی کند و از سوی ما قاطعانه مردود است. او با بیان اینکه همه مسلمانان با چالش‌های مشترکی روبرو هستند و باید آنها را با هم به چالش بکشند افزود، ما از این فرصت استفاده می‌کنیم تا بر تلاش سخت برای حمایت از جوامع مسلمان خود و ایجاد یک زندگی امن برای آنها تاکید کنیم. مائده خاموش، اخبار شیعه.